خدمت شما عزیزان دل در مورد جنایات اسرائیل در بیت المقدس هستیم. چند نکته که میخوام در ارتباط به بیت المقدس خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. نکته اول است که بیت المقدس یا مسجد الاقصا مربوط به کدام قشر خاص یا کشور خاص نیست، بلکه مربوط به کل عالم اسلامی و دنیای اسلام هست. بیت المقدس قبله اول مسلمان هاست. بیت المقدس مکانی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن می‌فرماید الذی بارکنا حوله، نه تنها که خودش از قداست برخوردار است، بلکه پروردگار عالم ما حول و اطرافش را هم تبرک و مبارک قرار داده. بیت المقدس مکان انبیاء علیه السلام است. بیت المقدس جایی است که رسول ما صلی الله علیه و سلم برای همه انبیاء علیه السلام در شب معراج امامت داده است. بیت المقدس مکانی است که رسول الله از اونجا به آسمان ها عروج کرده است. بنابراین این کدام قضیه معمولی نیست. الله تبارک و تعالی فرمود که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند، مؤمنان با هم خواهرند، مؤمنان با هم کسانی هستند که دین مشترک، عزت مشترک، عفت مشترک، ظاهر و باطن، اینها مشترکات در بینشان دارند. عده از لحاظ جسمانی و عده از لحاظ معنوی مؤمنا با هم خواهر و برادرند. انما المؤمنون اخوتون، مؤمنان با هم برادرند. این نکته را، این آیه قرآن را ما ببینیم که جز از آیه سوره حجرات را ما مؤمنان فراموش کردیم، ترک کردیم، گذاشتیم و ای را در جامعه اسلامی و انسانی خود ما ای را جامعه عمل نمی پوشانیم. جامعه عمل که نپوشاندیم، اینجا است که تفرق، پراگندگی، تشتت دامنگیر جوامع اسلامی میشه. اینجا است که باز بر اون جنگلی که باید شیر شیری بکند، اون صداهای خود را، آواز خود را بلند بکند که دیگه هیچ کس در مقابلش نباشد. باز هرگاهی که ما وحدت من را، برادری ایمان را، درک من را، احساس من را من حیث مسلمان متروک کردیم، ترک کردیم، اونجا است که باز بر اون سرزمین روباها و شغالها قد علم میکنن، دعوای پادشاهی میکنن. از نظر هر قانون، چه قانون سماوی چه قوانین وضعی، مکانهای مقدس همیشه محفوظ میباشن. به همون لحاظ است که دین مبین اسلام هم وقتی که رسول ما صلی الله علیه وسلم پالیسی و قوانین اسلام را تشریح میکند، یکی از نکات که دائم تأکید میکند برای مجاهدین است که عبادتگاه ها، معبدگاه ها، مکان هایی که مردم به قداست اون باور دارن همیشه باید محفوظ باشه. ولی هیچ کسی در دنیا صدا بلند نمی کند که این همه جنایت است. نکته جالب اینجاست که جنایت در اوکراین، کشته شدن اوکراینی ها جنایت محسوب می شود، اما چرا شهادت فلسطینی ها، ظلم در حق فلسطینی ها، غصب کردن بیت المقدس، ممانعت از عبادت الله برای مسلمان ها در فلسطین ظلم محسوب نمی شود؟ چرا صدا بلند نمی شود؟ و اگر نه، ما من حیث یک مسلمان شان و شوکت من و تو داریم. اسلام در کره زمین شان و شوکت دارد. زمانی که کسانی که دشمن خدا و پیامبر هستند، کسایی که علیه قرآن و علیه دین و علیه اسلام و علیه انسانیت می جنگند، زمانی که نام جهاد را میشنوند، زمانی که نام اسلام را میشنوند، زمانی که از دهن یک طفل خیلی ها کوچک کلمه بیرون شود که لا اله الا الله محمد رسول الله، این دشمنان خدا و پیامبر از این کلمه خیلی ها حراز دارند، خیلی ها ترس دارند از این کلمه. چرا وقت ای را فراموش کردیم؟ وقتی که ما فراموش کردیم، دشمن بر بالای ما حاکمیت میکند. دشمن خواهر برادر من را لگت مال می کند، خواهر فلسطینی من را زیر پایش می اندازند لگت مال می کنند، افطاریشان را لگت مال می کنند.
این در صورت بمیان می آید که ما خیلی از آیات قرآن که ما را به وحدت و برادری دعوت می کند ما اون را فراموش کردیم. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند. پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که تر المؤمنین فی تراهمهم، میبینی تو مؤمنان را در مرحمت و مهربانیشان و توادهم، در شفقت و دوستیشان مؤمنان را شما میبینین. مانند چی هستن؟ و تعاطفهم، در شفقت مهربانی و دلسوزی و نرمی در مقابل یک دیگرشان. کمثل الجسدی، مانند یک جسد واحد است مؤمنان، در شفقت مهربانی ترحم، ما من حیث یک جسد واحد هستیم، کدام جسد دیگر در بین نیست. ما ببینیم دست راستمان، دست چپمان، پای راستمان، پای چپمان، هر عضو بدنمان اگر او متعلم و دردمند میشه، اون درد کل بدنمان را فرا میگیرد. چی کارهایی که یهود در حق امت اسلامی نکرد؟ نه تنها در حق امت اسلامی، در حق انسانیت و در حق بشر چی ظلم و جور و جفایی که نبوده یهود نکرد. و حال مردم بیچاره بیدفاعی فلسطین، خصوصا مردم غزه با محاصره است. در یک شبانه روز بالاتر از 3000 نقطه در غزه بمبارد میشه. الان که اگر غزه را شما برین ببینین، فقط حدود اربعهش مساحتش 360 کیلومتر مربع است. 360 کیلومتر، اما از زمین، از هوا، از هر طرف، از چهار طرف بمباردمان میشه و مردم مسکین بیچارش در حالت بی نهایت فلاکت باری زندگی میکن. شما فکر کنین در خانه تان نشستین با ترس و لرز، طفلکتان در بغلت، دخترکتان پیشتان، خانمتان پیشتان، پیر مادرتان، پدرتان پیشتان، و هر لحظه یک تا صاروخ، یک تا بم میخوره، و هر لحظه تو احساس میکنی که حال به فرق میخوره، حال به فرق میخوره. شما رفتار دوگانه جهان را میبینید، رفتار منافقانه اینها را میبینید که در برابر خودشان چگونه برخورد و تعامل دارند و در برابر مسلمان ها چگونه تعامل دارند. دیروز سوریه را ویران کردن، یک کشور را به خاک و خون کشانیدن که به عنوان بهشت روی زمین برش لقب داده بودند. میلیون ها انسان مهاجر ساختن، آواره ساختن، میلیون ها زن و کودک به اصطلاح زخمی و مجروح به شهادت رسیدن، ولی یک کشور در دنیا صدا بلند نکرد که این جنایت است. ولی امروز در اوکراین شما وقتی که روسیه در اونجا حمله میکند میبینید واکنش های اینها را. کل دنیا یک طرف قضیه قرار میگیرند که والله روسیه جنایت کرده در اوکراین. گرچه مسلمان ها موافق با جنایت هیچ گروهی نیستند. از نظر اسلام انسانیت مورد ارزش به اصطلاح احترام است. جنایت جنایت است از هر کسی که باشد. اما زمانی که این تعامل دوگانه، زمانی که این رفتار منافقانه را میبینند در برابر به مسلمان به غیر مسلمان، مسلمان باید صدا بلند بکند و موقف گیری بکند. هر مسلمانی که رنج را متقبل می شود، سختی ها را می بیند، ظلم بر بالایش صورت می گیرد، خانه هایشان ویران کرده می شود، سرزمینشان غصب کرده می شود، ما بدانیم که اون برادر من تو هست، اون خواهر من تو هست. این پیام کلام الهی است، این دستورات رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم است که اون خواهر برادر من تو هست. اما زمانی که دین را ندانستیم، دین را وسیله دنیا ساختیم، کلام خدا را وسیله دنیای خود ساختیم، از دین به خاطر منافع شخصی و نفس خود استفاده کردیم، جوانانمان را بیداری اسلامی ندادیم. همه کارمان نمایشی اگر بود، جوان من تو بیداری اسلامی پیدا نکرد که این کلام خدا به خاطر چی آمده؟ به خاطر عظمی که ما تنها در ماه رمضان این را در تراویح ختم بکنیم؟ امی کلامی که ما این را بر سر عروض بگیریم که همیشه در صحبتهایم گفتیم؟ این قرآن به خاطر بیداری مسلمان هست، به خاطر آگاهی من تو هست که دشمن خدا و پیغمبر را بشناسیم، مکر دشمن را بشناسیم، که دست دوستی را بر من تو دراز کرده یهود و نصارا، من تو بدانیم که این دست دوستی نیست،
مسلمان هوشیار، مسلمان بیدار، مسلمان آگاه کسی است که دست مرد و نامرد را تفکیک بکنند. اگر ما دست مرد و نامرد را اگر ما تفکیک نکردیم، بدانیم که ما مسلمان کامل نیستیم. ایمان ما به اوج خود نرسیده. واقعا ما درک از اسلام نداریم که ما دست مرد و نامرد را زمانی که ما تفکیک کردن نتانیم. چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست. مولانا میگه که تو هر دست را دست انسانیت نشما. دستان ابلیس صفتهای است که دست به تو پیش میکنه. در طول تاریخی که من تو ببینیم ای سرزمین ماور تو که بهشت کره زمین هست، همیش از هر مملکتی که من تو دست دراز شده او دست خیانت و دست جنایت بوده. به هر مملکت اسلامی که در کره زمین دستی که برایشان پیش شده او دست انسانیت نبوده، دست شفقت نبوده، دست مهربانی نبوده، دست مرحمت نبوده، دست شیطانی بوده. اگر دستهایشان دست شیطانی نیست، چرا امروز خواهر و مادر و برادر من تو امروز لگت مال یهود است در فلسطین؟ پس من تو بدانیم که دست دشمن خدا و پیغمبر دست انسانیت نیست، دست شفقت و مهربانی نیست، دست جنایت و دست خیانت هست. ما این دست ها را هم در بین مسلمان های دست ها را باید تفکیک بکنیم، هم در بین مسلمین و هم در بین کفار و منافقین این دست ها را ما باید تفکیک بکنیم. رئیس جمهورش نتانیاهو اعلان کرد که آب، برق، گاز، غذا بر مردم غزه باید بند شود. یک موتر غذایی هم به او طرف نمیره. سازمان بین الملل رفته نمیتونه. حقوق بشر رفته نمیتونه. یونیسف رفته نمیتونه. امداد رسانی رفته نمیتونه. و زمین و زمان بر روی اینها بمبارد میشه. این ظلم، جور و جفا در حق مسلمان های غزه روا است. اوی بیچارا بغیر از الله هیچ یار یاور ندارن، هیچ یار یاور. میدونین یهود در طول تاریخ، در طول تاریخ از بد به پیدایشش تا به امروز و تا روز قیامت ظلم، جو، جفا، خباست، کسافت در خونش است، در رگ رگش است، در مزاجش است، در وجودش است. شما برین تاریخ را ببینین، یهودی که در مدینه منوره بودن، سه یهود، سه قبیله در اوجه بودن، مشهورش بنی قریظه، بنی قینقا و بنی نذیر، و دو گروه از مردم اصیل مدینه بودن، اوس و خزرج. دو تا از یهودی ها یک طرف میشد اوس کمک میکرد، یک طرفش میرفت خزرج کمک میکرد. اینها میزدن در بین یکی دیگه، خود 100 سال در بین خود میزدن. باز میدیدن که یک طرفی ضعیف شده دیگهش قوی، باز یک گروه میامد به طرف از همون کار را که امروز در کشورهای اسلامی انجام میده، همین کار را انجام میداد. و رسول علیه السلام آمد این بدبختی ها را از بین برد، گفت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این کار را کرد. مدتی بالاتر از 40 سال است که مردم فلسطین در خاک و خون غلطیدند. هر روز قربانی اسرائیل میشوند، خانیشان ویران میشود، جوانشان به اصطلاح شهید میشود، ناموزشان مورد حد که حرمت به تجاوز قرار میگیرد. و حتی قضیه به جایی میرسد که قبله اول مسلمان ها به عنوان پایتخت اسرائیل اعلان میشود، ولی در دنیا شما میبینید که کشورها موقف گیری نمیکنند. چرا؟ چون اونها در حقیقت پشت پرده دست واحد هستند، ملت کفر ملت واحد هستند، ولی ما مسلمان ها هستیم که متاسفانه ما را به نام گروه و مذهب و قوم و سمت و سو و جغرافیا تقسیم کردند. ما را اول پارچه پارچه و تکه تکه کردن، بعد دشمن لقمه ما را تهیه کرده که بتواند به دهانش بکند، و از هر طریق میبینی که به اصطلاح بر مسلمان ظلم صورت میگیرد و حقوق مسلمان مورد تجاوز قرار میگیرد. به بهشت داخل شدن هم کار ساده و آسان نیست. هم به بهشت داخل شدن هم کار ساده هست و هم کار ساده نیست. اگر یک نفر واقعا عمل صالح کرده، نفر میره وارد بهشت، مثلا یک نفر عمل صالحه را انجام میده، به عمل صالحه به بهشت میره.
یک نفر به واسطه بذل مال خود در راه خدا، در راه دین خدا در بهشت میره، یک نفر در بذل جان خود. مثلا نفر جان خود بذل میکنه، یک نفر جان خود بذل میکنه، یک نفر جان خود در راه الله میده، ای به کجا میره؟ ای به بهشت میره. مثلا ما شما امروز ببینیم، امروز ما شما نگاه بکنیم، امروز در سرزمین فعلا فلسطین رب العالمین شاهد است، کلام خدا پیش ما شما هست که او جهاد دیگه، او جهاد در او اگر وجود نداره. مثلا ما شما خیلی جهادهای در مملکت اسلامی صورت گرفت، ولیکن خیلیش مشکلات خود داشت، ولیکن در او جهاد که امروز جهاد مقدس و جهاد پاک، اونمو گروه حماس و اون فلسطینی های بیچاره علیه اسرائیل است، یعنی بدترین انسان ها که امروز یهود است، اونمو مردم هستن، طراحی تمام جنگ ها بر رهبری زیاد و خبیث ها میکنن. امروز اگر مسلمانان فلسطین جان فشانی میکنن، والله قسم که دایرکت بهشت است، خلاص. مثل که رفت میگه ویزیش گرفته، تو ویزیش گرفته رو راست بهشت میره ان شاء الله. چرا؟ که در جهاد از اونها شما ببینید که در دان هیچ مجاهدش، چی از طبقه اوناست چی از طبقه ذکور، غیر نام خدا، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، کلمه دیگه در دانشون دیگه نیست. سازمان های بین المللی و حقوق بشری، اونهایی که از دفاع از اطفال اوکراینی صدا بلند میکنن، چرا برای دفاع از اطفال سوری، چرا برای دفاع از اطفال عراقی، چرا برای دفاع از اطفال افغانی، چرا برای دفاع از اطفال فلسطینی صدا بلند نمی کنن؟ اگر زن اوکراینی به خاطر دفاع از کشورش می جنگد، برش لقب شجاعت داده می شود و در صفحات مجازی می بینی که ازش استقبال می شود، چرا از او دخترم مسلمانه که به خاطر عزت و عفت و دیانت و اعتقاد و باورش و به خاطر دفاع از قدس می جنگد، با سنگ به توته های سنگ در دستش است و دفاع میکند، چرا از شجاعت ای استقبال نمی شود؟ چرا از شجاعت ای دفاع نمی شود؟ چرا ای باید به اصطلاح مورد حمایت قرار نگیرد؟ اگر اوکراینی حق دارد که از خانه اش دفاع بکند در برابر ظلم روسیه، چرا فلسطینی حق ندارد که از خانه اش دفاع بکند؟ چرا مسلمان حق ندارد از عبادتگاهش دفاع بکند؟ برای او حق میدهیم، برای ای حق نمیدهیم؟ در حالی که ما پیروی دینی هستیم که برای ما توصیه میکند به هیچ عبادتگاهتان، به هیچ راهبتان ما حق تعرض نداریم که او در مصروف عبادت است، چطور تو برات اجازه میده که به اصطلاح برای اون مسلمانی که در بیت المقدس مصروف عبادت است برای او تعرض بکنی و اونها را به خاک و خون بکشان؟ پس اونها چی میکنن؟ اونها بیشتر نمیالا فعلا به قیمت جان خود میخرن، بیشتر؟ همین لحظه اونها به قیمت جانشون میخرن. واقعا ما شما ببینیم که جان فشانی هایی که مسلمان ها میکنن، ایرانیال به حساب استخبارات قوی که نمیان اونما داره، در مسطح منطقهشون کس نداره، دیوالای آهنین جور کردن چند متر، فکر بکنید که اینا سیم و خاردار گرفتن و زره گرفتن و چه رقم اینا کارهای نیست که در اون منطقه نکردن به خاطر ترس مسلمان ها. در این ماه رمضان ما شما شاهد بودیم که آمدن در ماه رمضان در وقت افطاری، نه طفل ماندن، نه زن ماندن، نه پیر ماندن، نه جوان ماندن، نه امام مسجد ماندن، همه را زیر لگد کردن، ادیر با خود حسیر بودن، ادیر زخمی کردن، ادیر شهید کردن، دسترخوان افطاری شده با لگدهای خود میسازن داخل بیت المقدس داخل شد. در طول 50 سال تمام است، چند سال؟ 50 سال. شما بزرگان میدانید که 50 سال تمام است که اونما بر بایز ظلم میکنن. امروز بین الملل، حقوق بشر، هیچ کس صدای خود بلند نکرد، گفته یوسف که حقوق بشر هم صدایش بلند نکرد که نمیه بشر اصلا ظلم نکنید. اینی مراسم دینی از ایناست، در حق وقت افطاری تو حق نداری که داخل شوی زنا رو شما لگد مال بکنین، اطفال شما بزنین، اینا رو مثال افطاری شونه به خون، یعنی نوشیدنی شونه به خون مبدل بکنین، شما یه حق ندارین. اینی میگه کس بر شما نگفت، نگفت که شما چی هستین، تروریست هستین، نگفتم که شما جنایتکار هستین، نگفتم که شما خائن هستین. لله الحمد. دین روز شما ببینید، دین روز اینمی گروه حماس حمله میکنن. اگر ما شما دوستا ایر از لحاظ عقلی بسنجیمنه، چند بندر اینا چی دارن؟ پازگاه ها داشتن، سیمای خاردار گرفتن، با والله قسم در سی غزوه، در سی غزوه که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور داشت، کی آمد؟ ملائک به نصرتشان آمد. در غزوه بدر آمد،
در غزه خندق یا احزاب که دنام داره دو اومد و در غزه هنین. در اینجا ملائک چی پیدا کردن؟ در اینجا ملائک حضور پیدا کردن. الله شاهد است که با اینمی فلسطینی های بیچاره و گروه حماس اگر نصرت رب العالمین امرایشان نمی بود درست و تا به اینمی لحظه که میان جنگ دوام داره با والله قسم پدرشان داخل شده می درست. یعنی الله متعال میگه ما انتقام گیرنده هستیم. الله میگه ما انتقام میگیریم. چرا که ملائک انتقام گرفتن؟ به خدا که یک اردویی که فکر بکن که اردویی که کل جای رختار میداد دیروز سر سیما شده بودن اصلا امو سیستم نظام از پیش خطا خورده بود. فکر بکن که تا بدندان مسلح بچه فلسطینی با یک کلاشینکوف از این پس گردنش گرفته تا بدندان مسلح اما تو میارش به طرف غزه میارش کلشان به اسارت گرفته. اونا چی از دوستا؟ با والله یه نفر که تا بدندان مسلح باشه یه نفر که بسیار تجهیزات مقدماتی داشته باشه در مقابل استاد کنجان مقابل میفهمه که 100% از ما شهادت است یا غازی بشم یا شهید بشم. غازی بودنش کم میره اما چیزش احتمالش شهیدی 100% است. گزارش بدتر از زیر براتون میگم. به خدا موی در بدنتان استاد میشه. تو باز از دل مردم غزه میایی، تو باز از دل مردم فلسطین میایی که چرا اینقدر میجنگه؟ اولی که 70 سال است خونشان را چش کرده، زمینشان را گرفته، خانهشان ازشان گرفته، زن فرزندش ازش گرفته، آبروی عزت برش نمانده، هر روز میکشش. بدتر از این برین شما دوگان بی بی سی عربی را ببینین، الجزیره را ببینین، گزارشی که چند روز پیش منتشر ساختن که بالاتر از 200 زن دختر در بندیخانه هایی که اسرائیل داره در حقشان تجاوز میشه، هر روز تجاوز میشه. تو را والله قسم موی در بدنت استاد نمیشه. با خواهر خودت تجاوز کنن، با مادرت تجاوز کنن، با زنت تجاوز کنن. تو را میگم او خواهر برادر مسلمانم، او برادر متقی و متدینم، ای بسار با غیرت هستی در ذهن تی گشته. او خواهر ما و توست، او خو مادر ما و توست، او خو ناموس ما و توست، اما برش تجاوز میشه. در زندان های اسرائیل همین بندی را که بردن از غزه آمدن بردن، از حماس آمدن بردن، از فلسطین آمدن بردن، در حقشان تجاوز میکنن. او گزارش برین ببینین، کسایی که عربی میفهمن به خاطر خدا برین ببینین. روزانه تجاوز میشه، روزانه به اونها تجاوز میشه. چندین تایش حتی حمل گرفتن سخت شده زیرش لگت های خبیسا. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار کوه. این خطاب الله برای ما و شما مؤمنین و مؤمنات هست. اگر الله میگه شما دین من را نصرت کردید، من شما را نصرت یاری میکنم، فتح و نصرت را شامل حالتان میگردانم، و یثبت اقدامکم و ثابت و استوار و محکم میدارم گام ها و قدم های شما را در میدان معرکه و جنگ در مقابل کفار و مشرکین و یهود، و یا این که پاهای شما را ثابت و محکم و استوار می دارم برای اهدن الصراط، برای مستقیم، برای راست که ما در نماز می خوانیم اهدن الصراط المستقیم، بار الها همیش ما را هدایت بکن برای راست. این که در نماز ما شما همیش مستمر و دوامدار می خوانیم که اهدن الصراط المستقیم، دوام استقامت را برای مستقیم از الله ما و شما طلب میکنیم. پس اگر ما دین الله را نصرت کردیم، دین الله را یاری رساندیم، پس نصرت الله با ما هست. تمام مجاهدین شجاع و دلیر، شما برادران عزیزمان، شما کسانی که چشم من هستین، بازوی من هستین، نور چشمان من هستین، شما کسانی که امروز در مقابل طاغوت و طاغوتیان، در مقابل قوم گوساله پرست که شما می جنگید و ایستادگی می کنید و جام شهادت می نوشید، غازی می شوید، بدانید که نصرت الله با شما هست. این وعده الهی است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. زمانی که نصرت الهی با مؤمن باشد، زمانی که یاری الله با مؤمن باشد، باید که ما دیگر غم نداشته باشیم. دین ما شما در جای خودش
دین مبارزه و رسالت هست. در جای خودش زمانی که متجاوز بر بالای مسلمان تجاوز بکند، مسلمان از حقش، از حقوقش، از سرزمینش باید دفاع بکند. و پیامم برای جوانان عزیز ما، بخصوص جوانان مسلمان ما است، شماهایی که هر روز در صفحات مجازی از شجاعت و قهرمانی زن زیبای اوکراینی دفاع میکردید و نشر میکردید همیشه که این زن است، اما ببینید دفاع میکند از کشورش، چرا او خواهر فلسطینی را نمیبینید؟ چرا او مادر کمرخمیدی فلسطینی را نمیبینید؟ چرا او اطفال کوچک فلسطینی را نمیبینید که در دفاع از بیت المقدس امروز کمر بسته کرده است و حاضر است جان بدهد، ولی حاضر نیست سلطه اسرائیل را قبول بکند؟ چرا از این حمایت نمیکند؟ چرا این مورد استقبال قرار نمیگیرد؟ من و تو مسلمان مأمور مسئولیت داریم. اولا همه مسلمان های جهان در دفاع از بیت المقدس مسئولیت دارند، ولی ای که امروز هر کدامشان خود را به اصطلاح به گوشی منزوی ساختن و در زیر استعمار قرار گرفتن، نمی توانند صدا بلند بکنند، بحث دیگری است. از نظر اعتقاد و باور، هر مسلمانی که در هر گوشی از دنیا زندگی می کند در برابر بیت المقدس مسئولیت دارد، باید دفاع بود. امروز اگر از بیت المقدس دفاع نکنید، فردا از مسجد الحرام هم دفاع کرده نمی توانید، پس فردا از مسجد نبوی هم دفاع کرده نمی توانید. همون دشمنی که برش جرأت داده امروز در بیت المقدس تعرض بکند، برادران و خواهران ما را به خاک و خون بکشاند و بیت المقدس را برای خودش منصوب بکند، فردا برای خود جرأت میداد تا به مسجد الحرام، به بیت الله الحرام هم تعرض بکند اگر وضعیت مسلمان ها همین گونه پیش برود. اما اومد خوابه، آب از آب تکان نمیخوره، کشورهای عربی صدایش نمبره، به خاطر معاهدات خود، به خاطر روابط خود، به خاطر روابط خود با آمریکا، با اسرائیل، امارات، سعودی، قطر، صدایشون نمبره. روز محشر چی جواب میده؟ این همه طفل که در روز آل شهید شده میره، این همه زن که در روز بی‌عزت میشه، ملک سلمان چی جواب میده؟ پادشاه سعودی چی جواب میدی؟ عرب چی جواب میدی؟ علمای سعودی که خاموش نشستن چی جواب میدی؟ امارات چی جواب میدی؟ مگر یه امت یک پیکر نیست؟ مگر یک نیست؟ چطور دفاع نمیکنی از خواهرت، از برادرت، از سرزمین اسلامی، از بیت المقدس؟ مقدس است، پاک است. خدا میگه ناداه ربه بالواد المقدس توا، موسی را فریاد کردن که بیا بر سرزمین مقدس بیا. پیامبر میگه مبارک است اهل شام، مبارک است، قسمتی از شام فلسطین است، قبله اول مسلمان هاست، سرور ما اوجا رفته، نماز خوانده، سرزمین ابراهیم است، سرزمین عیسی علیه السلام است، سرزمین اکثریت انبیا است. چطور خاموش هستی دفاع نمیکنی؟ چی وقت دفاع میکنی؟ امی سلاحایی که تو داری چی وقت استفادهش میکنی؟ از امت اسلامی چی وقت محافظت میکنی؟ چی وقت بدادش میرسی؟ خواهران و برادران فلسطینی ایمان و مجاهدینی که در مقابل گروه اشغالگر و صهیونیست میجنگن، امروز 13 بیمارستان را ببینیم در سرزمین فلسطین و غزه بمباردمان میکنن. این جنایت است که نابخشودنی، همه باید صدا بلند بکنن. این یک مبارزه هست، زمانی که ما من حیث یک مسلمان لااقل از دستمان چیز نمی آید، که اگر دعا میکنیم، در صفحات مجازی مبارزه میکنیم، پیاممان را میرسانیم، تسلیت میدهیم، به شهدا مقام منزلت طلب میکنیم، به زخمی هان شفا طلب میکنیم، این هم در جای خودش مبارزه هست. پس مهم بودن سرزمین فلسطین، دوستان عزیز من، در چی هست؟ سرزمین فلسطین سرزمین مهد انبیاء علیهم الصلاه و السلام هست، سرزمین هست که حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاه و السلام به اون سرزمین هجرت نموده هست، حضرت موسی علیه الصلاه و السلام
درخواست میکند از قومش که به اون سرزمین مقدس وارد شوند، به اون سرزمین مقدس داخل شوند، یعنی سرزمینی که از آلودگی شرک و کفر پاک گردیده بود و مقر و مهد انبیاء علیه السلام بود. حضرت سلیمان علیه السلام، دیگر ویژگیش که حضرت سلیمان علیه السلام به اون سرزمین، از سرزمین بیت المقدس همه جاها را اداره میکرد. به اون قصه مشهور که ما و شما در قرآن میخونیم، زمانی که با مرچه ها حرف میزند، صحبت میکند، وادی نمل از قلانه که به سرزمین بیت المقدس است که به اون سرزمین مربوط میشود، در اونجا واقع شده از صحبت حضرت سلیمان علیه السلام. پس اونجا سرزمینی است که سرزمین مقدس، مهد انبیاء علیه السلام، مقر انبیاء علیه السلام. پس ارتباط نبی رحمت صلی الله علیه و سلم با سرزمین بیت المقدس چیست؟ من میخواهم که به این یک نکته دوستان عزیز ما اشاره بکنم. ارتباط نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم، ارتباطش با سرزمین فلسطین چی هست؟ در ابتدای بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخواند، قبله مسلمان ها است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخواند به طرف بیت المقدس، مسلمان ها به طرف بیت المقدس ایستاده میشوند نماز میخوانند. این ارتباط پیغمبر و مسلمان ها به بیت المقدس است، تا این که نبی علیه السلام هجرت میکند به سوی مدینه منوره. بعد از یک مدت تغییر قبله میآید که بارها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آرزو میکند که قبلهش مکه مکرمه بگردد که از طرف یهود خلاص شود. بعدا قبله تغییر میکند، 16 ماه و 12 روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به طرف بیت المقدس نماز میخواند، یا 17 ماه تمام نبی اسلام به طرف بیت المقدس نماز میخواند. من حیث برادر مسلمان در هر جای دنیا که هستین باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم. در اعتقاد و باورمان همه یکی هست. ما همه ما یک خدای واحد را میپرستیم. همه ما انبیاء علیه السلام را قبول داریم و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم به ایمان و باور داریم و طرف یک قبله نماز میخوانیم. همه به قداست و مبارک بودن بیت المقدس اعتقاد و باور داریم. پس نباید در برابر قضایا بی تفاوت باشیم. او شیخای عربی که امروز مصروف عیش و نوش هستند و با میلیارد میلیارد سرمایه که در اختیار دارن، که نه اون را خودشان به نفع دین خدا استفاده میکنن و نه در اختیار مراکز دینی که به خاطر دین خدا تلاش میکنن قرار میدن، و شما میبینید که از نخست وزیر اسرائیل هم استقبال میکنن، اسرائیل هم به رسمیت میشناسن، از اینها توقعی نیست. اینها آنقدر خودشان را باختن، غرق در عیش و نوش هستن که اصلا چیزی در فکر و ذهن اینها به عنوان اعتقاد به باور دینی جا نمانده است. این طایفه ای که امروز بدترین انسان ها در کره زمین هستن که اینها در روی زمین میگردن و زندگی میکنن، این را بدانن که هیچگاه فلسطین از شما نیست و نخواهد بود. انشاءالله که وعده الله هست که پیروزی و نصرت از آن مسلمان ها است. به هر سراخی که شما داخل شوید، از اون سراخ ها انشاءالله که مجاهدین سربکف شما را بیرون کرده، انشاءالله شما را راهی جهنم میگردانند و آزادی از آن مسلمان ها است. و تمام امت اسلامی باید همه ما و شما بدانیم که موضوع فلسطین موضوع امت اسلامی هست، که این تنها به عرب و عجم ارتباط ندارد. موضوع فلسطین به همه امت اسلامی ارتباط دارد، اگر عجب باشیم، اگر عرب باشیم، اگر هر کسی که باشیم. زمانی که ما مسلمان هستیم، این مربوط و منوط به مسلمان ها است که باید که ما از این سرزمین مقدس و اولین قبله مسلمان ها باید ما دفاع بکنیم. و بدترین انسان هایی که عبارت از یهود است که اونها به نام شرم، به نام حیا، به نام انسانیت چیز را نمیدانند، باید که از اون سرزمین به واسطه جهاد و مبارزه باید که از اون سرزمین خارج کرده شوند و سایه ها و سرزمین های اشغالی را که اونا اشغال کردن و از مسلمانان بیچاره فلسطین مان گرفتن، باید به هر شکل که باشد اونها باید آزاد شود.
روز محشر پیش روی یتیم چی داری بگی؟ پیش از او زنه که برش تجاوز شده، تو ملک سلمان میگم، تو علمای سعودی میگم، چی جواب داره؟ چی میگی؟ تو رو بالله قسم روز محشر از فکر که استادت کرده، چی میگی؟ سخن داری برش؟ بزدل، بی غیرت، بی مت، همیشه میخوابی، سرت به بالینت خواب، در عیش نوش غرق هستی. دانه دانه جواب میده. و به برادرای فلسطینی خود میگم صبر کنه، رحمت الله نزدیک است. الا این نصر الله قریب، نصرت خدا قریب است. ولا تهینو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی اختیار نکنین، بزدل نشین، مؤمن باشین، نصرت الله به شما میرسه. و بدانین نصرت از خدا است. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، فقط یاری از طرف الله است. الله میگه اگر در دروازه هایشان داخل شدین، شما نصرت پیدا میکنین، پیروز میشین به اینها. پس این کار را کنین، یاری خدا با شماست. و ایرم میگم که به امت اسلامی میگم، به جهان اسلام میگم، یک یهودی اگر کشته شد، ببین که یهودی ها چی حالا در دنیا میاندازه. یک هندو اگر کشته شد و به دست مسلمان، ببین که باز دنیا چی یک سرصدای را میاندازه. یک عیسوی اگر کشته شد، اما مسلمان غزه کشته میشه، فلسطین کشته میشه، آب از آب تکان نمیخوره. نه حقوق بشر است، نه جامعه بین المللی است، نه حقوق زن است، نه یونسف است، نه ملل متحد است، هیچ، همه خاموش. حتی شورای امنیت می جلسه میگیره، میگه که جنگ اسرائیل دفاع خودی است. و نتانیاهو میگه چنان غزه را از این روی به دیگر روی کنیم که تاریخ ساز شود. در سبرت برش میتونم، آب بر بالایش قطع کردی، نان بر بالایش قطع کردی، در کدام قانون است؟ در کدام منطق جرمی است که توی ظلم و جور و جفا را در حقشان انجام میدی؟ بفهمی که در چوری سر آسیا بریم، اینه میجه که بریم اونموجه یهودی هست، جنگ در میگیره، دیگه یا میخوری یا میزنی. آنه نفس من چی میگه آدم؟ نکن که زنت میمونه، اولادت میمونه، زندگیت میمونه، نواسیت میمونه، جایدادت میمونه، موترت میمونه، کجا میده آدم؟ ولیکن نواز زن و مرد میخیدن میدان به والله قسم. پس اعلان وجیبه ما شما چی است؟ که ما اونمون رقم میر از من متضمی چی کده میتونیم؟ لا اقل نبی مکرم صلی الله علیه و سلم میگه اگر شما در جنگ اشتراک کرده نمیتونین، ناتوان هستین، امکانات ندارین، بر حق اون مجاهدینی که در راه الله میر از من بخشون دعا بکن. باید ما شما همیش دعا بکنیم که خدایا در تمام کره زمین مجاهدین پیروز بگردونی، پیروز داشت مجاهدین واقعی که به خاطر دین تو میر از من، علال خصوص مجاهدین مظلوم فلسطین. الله تبارک و تعالی در مقابل یهود الله پیروزشان بگردونه. اینان اونا چی میکنن؟ اونا بهشت با جان خود میخرن. الله متعال فرمود که کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، اینمی گروه فاولایی که یدخلون الجنت، اینمی گروه داخل میشن به جنت. حالا ما شما چرا نماز میخوریم؟ چرا روزه میگیریم؟ چرا شب خیزی میکنیم؟ چرا انفاق فی سبیل الله میکنیم؟ هر نفر که پرسام کنی میگه به خاطر آخرت. اما یه نفر که هیچ مکتب نخونده، یک شب اون دم کوه دشت تذکر خیر می چرا میکنی؟ میگه به خاطر میگم که الله متعال به چی بده؟ پاداش بده. ولیکن در جایش از جهاد در راه الله کرده، عمل بالا دیگه بیخی، عمل بالا دیگه بیخی دیگه وجود نداره. مثلا اعلام میکنه مثال 300 چند نفر یا 400 نفر از زیر استقبال فلسطینی ها شهید دادن، از زیر استقبال حاله. اینا چی هست؟ این شهادت یک مقام بسیار والا هست که اینا بهشته با جان خود چی میکنن؟ با جان خود اینا خریداری میکنن. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، که انجام بدهن اینا عمل صالح را، فاولائک، پس اونمو گروه یدخلون الجنت، داخل میشن به جنت. من امروز یک ویدیو را سعی کردم جناب یوسف خیلی خوش اومد ویدیو، یک مادر امروز امروز بچه‌ش شهیدیش میارن از سایه نبرد جنگ، شهیدیش میارن، وقتی شهیدی بچه‌ش میبینه میگه الحمدلله، شکرگزاری از الله میکنه و دعا میکنه که خدایا این پسر ما شهید شد،
ما افتخار به این میکنم که من حیث یک مادر فرزند داشتم در راه تو قربان کردم. این در راه تو جان خود فدا کرد. والله بالله که یک قطره اشک زد دوستا جوانا سعی کنید. یک قطره اشکش نمیریزه. یک قطره اشک. که خدایا این تو داده بودی تو اینو گرفتی. ولله الحمد که میگه این در راه تو شهید شد. به خاطر آزادی سرزمین بیت المقدس این چی شده؟ این به شهادت رسیده. تو می خدایا مجاهدین فلسطین نصرت نصیبشون بگردونی. ما رو در مقابل اشغالگرا پیروز بگردونی. در مقابل این خائنین خونخواران ما رو پیروز بگردونی. دعا کردم میده من سعی کردم خدا شاهد است که در او حالت که نفر بچه جوانشه شهادت شده خونه برن انسان سر سیما میشه. انسان نه اشک چه گرفته میتونه، نه سوزشه، نه نالهشه، نه فریاد چه گرفته میتونه، ولیکن هیچ اشک نمیریزه. افتخار میکنه میگه الحمدلله خدای در راه تو چی شد؟ این در راه تو شهید شد. این تو مادرها هست، این تو فرزندان هستن که یک مملکت چی میکنن؟ یک مملکت آزاد میکنن، پیروز میکنن. خدا شاهد است که نمی حرکت دین روز تو یک تحول بزرگ در وجود کل مسلمان ها بودن، حتی در وجود کفار. این نمی کفار میل در لحظه افتادن و در حیرت افتادن که نمی مسلمان ها، این مسلمان ها ای از کجا آمد؟ از سه طرف میه؟ از بالا میه؟ تو رو به خدا تو امکانات از اون مردم سعی کنین، امکانات از اون مردم سعی کنین. اونا که دیگه فرشته گاز بالا مسافر پان میشن میزنن. خوی نصد الان نباشه امکان دار؟ امکانات از اون رسای کو، رادارها های از اون رسای کو، برنامه های از اون رسای کو، آمادگی از اون رسای کو، اصلا امکان نداره. پس الله متعال نشان میده که اگر من انتقام بگیرم، ظلم که شما میکنین، علم حق بر تو مواساها کند. هرچی از حد بگذرد، رسوا کند. چیزی که از حد بگذرد، رسوا میشه. الله متعال دیگه نارا، نصد در شامل حالشان گردانید. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کسی که انجام بدهد عمل صالح را، فاولئک پس اونمو گرو یدخلون الجنه، با کجا داخل میشن؟ به جنت. در جنت آن چی نعمتی که انسان بخواد در جنت بر انسان مهیاست، آن چی نعمتی که ما شما تا به حال گوش ما شما نشنیده، چشم ما شما ندیده، ذائقهشو بخیر نچشیده، همین چیز خداوند در بهشت آماده کرد بر انسان. و از او بالاتر ملاقات بلا کیف رب العالمین برای کس؟ برای بیشتی ها در بهشت است. فاولایی که پس اینمی گروهی که جان فشانی میکنن، ام از لحاظ از این که عبادت بدنی میکنن، ام از لحاظ از این که اینا عبادت مالی میکنن، انفاق فی سبیل الله میکنن، و ام این که جانهای خدا در راه الله بذل میکنن، جانهای خدا در راه خدا فدا میکنن به خاطر دین الله. فاولایی که پس اینمی گروه یدخلون الجنه، داخل میشن. به کجا؟ اینا به جنت داخل میشوند. مگر اونها خدا ندارن؟ مگر اونها انسان نیستن؟ که تو حقوق بشر، حقوق بشر میگی، مگو آدم نیست، مگر او بشر نیست، حیوانه. چرا ازش دفاع نمیکنی؟ هندو که هندو حیوان پرستش میکنه، گاو پرستش میکنه، در این دنیا ارزش داره، اما مسلمان ارزش نداره، به خاطر که از دین خدا دور شده. پس بیاین دوباره یک شویم، بیاین یک دست شویم، یک امت شویم. درد هر کس، درد هر برادر، هر خواهر ما که در هر جا درد خود بدانیم، دوباره آباد میشیم، به خدا عزت پیدا میکنیم، به خدا از این ذلت بدبختی که ما داریم نجات پیدا میکنیم. دست یکی یکی دیگه خود را بگیریم. و سخن آخرین به برادرای غزه است، به برادرای حماس است. غمگین نشه، اندوهگینم نشه، نترسیم، بگذاریم که تمام دنیای کفر جمع شود. مگر بالاتر از قدرت الله است؟ مگر بالاتر از جنود الله است؟ ولله جنود السماوات والارض، مر خدا راست لشکر آسمان ها و زمین. مگر مثل این فرعون ها زیاد نبوده در این زمان؟ مگر خدا ختمشان نکرده؟ ختمش میکنه. پایدار باش، اسبیرو و صابیرو و رابطو، صبر کنین، استقامت داشته باشین و ایستادگی کنین. یاری الله امرای شماست. و به برادرها و خواهرای عزیز خود که در کشورهای دیگه هستن، هیچ چیز نمیتونین، هیچ کار نمیتونین، دل شب بخی با سجده بفت به خدایا، امی هم بنده های تو هستن خدایا، اینها خو میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایا اگر اینها حمایت امروز نشه، کی حمایت شود؟ شیاطین بزرگ امریکا، اروپا،
کسان بودند که به خاطر سوگواری مهسای امینی چی کار نبودند که نکردن، ولیکن کلش نقشه و طراحیش یهود کرد. چی حالت را اینا به ایران آوردن؟ کجا هستن امروز که اونها مهر سکوت به دهنهای خود زدن از آل مردم فلسطین پرسان نمی کنن؟ آیا تنها مهسا امینی یک زن است که حق از این اداره که باید حقوق بشر و بین الملل از او پرسان بکنه؟ آیا زن فلسطینی که شما دیدین به اون ویدوها، یک زن فلسطینی مادر من تو به زیر پای 6-7 نفر نظامی لعنتی اسرائیلی افتاده چی بگه؟ یا الله یا الله یا الله یا الله، میگه ما را از این حالت نجات بده. آیا امروز این نظامی ها زعما و بزرگای عرب که امروز خود را پیشتازان دین اسلام میدانن، حتی ایدهشان به ایمان و اسلام من تو درست باور ندارد، اون کسانی که در شهوترانی ها و خورد و نوش و حکومتداری هایشان مصروف است و او علما و دانشمندانشان که مهر سکوت به دهن زدن، آیا به پیشگاه خدا رفتنی نیستن؟ به پیشگاه خدا رفتنی هستن. امروز شهوت و پول و سرمایه گوشهایشان را کر، چشمهایشان را کور ساخته که اونها نمشنون و نمیبینن، بلکه میبینن و مشنون که خواهر برادر فلسطینیش در آلت افطار عده کثیر از اشغالگران صهیونیستی میآیند، افطاری هایشان را لگدمال میکنن، 500 نفر الی 1000 نفر را دزبند میزنن، خواهر مادرشان را پیشوشان بلگت و بسیلی میزنن. آیا اینا نمیدانن؟ میدانن اون شکم پرستا و اون انسانان بی غیرت عرب که امروز قرار دارن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران با وفای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چیگونه مشکلات را متقبل شدن، چیگونه مردانه رز میدن، به چی حالت رسیدن که بلال حبشی کسانی بودن که غلام بودن، برده بودن، فقط به اقرار کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر خدا اونها را به اوج کمال بندگی و انسانیت اونها را رساند. قسم به خدا هست تا زمانی که جهاد در سرزمین اسلامی است، مسلمان پیروز است. ارگاهی که دامن جهاد از سرزمین و ممالک اسلامی چیده شد، این ذلت و این خاری و این فضیحت و شرمندگی رو باید قبول بکنیم ما شما. و ای را یهود بدانه، اسرائیل بدانه، الله شاهد است که مجاهدینی که در گوشه و اطراف اکناف هستند، انشاءالله که به جانشان خود را میرسانند، انشاءالله کنها لذت چشیدن کیفیت جهنم را انشاءالله قریب میچشند. پیغمبر خدا به اون اندازه مبارزه میکنه، شب و روز مبارزه میکنه. امروز تو کسی که به خاطر عیش و نوشت، به خاطر سرمایید، به خاطر جایدادت، به خاطر زندگیت، به خاطر اینکه یک تیاره را تنها بار گفتیم که تو تنها یک تیاره را که را بگیری بری از یک مملکت به دیگر مملکت اوکراین بری جای دیگری به خاطر عیاشی، ولیکن از خواهر برادر مسلمان در پالوی گوشت خبر نداری، میبینی ولیکن خدا کور مندازی، مشنوی خود را کر مندازی، مهر به دهنت خورده که تو حق را بیان بکنی که جهان اسلام را یک بار علیه دشمن خدا و پیغمبر به حرکت داری. این عزت است در جهاد، عزت است در جهاد، مقام و منزلت است به هر سرزمینی که یهود امریکا امپیمانانش آمدن به بالله العظیم تا که زور نبوده نبر آمده، زور بوده که بر آمده. آن خمان تو که هرچی مثال بگویم، اگر تو نامش معامله گری میمونی، اگر من تو نامش هرچی مثال بگذاریم، به خدا که زور بوده که برآمدند.